اصلا یه حدی میان نیستاز دقت کنیم. من از امیده که من یه وقتی اون آقای احمدنژاد در وقت دورکاریش ها یک ساعت و پنجه دیگه صحبت کردن وقتی بود تو خونه این بحث من مطرح کردن. بعد گفتم که ایشون اینطوره بحث یعقوبی رو مطرح کردم دیدی دفعه من اصلاه نکنم اونجا دردش یک نکتهی بذارم رسید که من اونجوری با سر داریم تو شکم آقای احمدنژاد اصلا صلاح هست صلاح نیست کی این وسط استفاده میکنه. منش این بحثی یکی از اشکالاتی که به طلبه وارد اینه که این بچه ها طلبه اونجا میخونن و میرن و هیچ کس تداوم طلبه ولایت رو پیگیری نمیکنه. یه هفت سال یه من خودم اصلا جدا از همه چیز جدا از مؤسسه و جدا از هر چیزی رو تداوم من سه تا استان رو الان میرم ثابت. من خواستم برم استان دیگه اونجا من معمولا میرم هم بحث اعتقادی و بحث مدرنیته و بحث تعلیم سیاسی هم داریم. اونجا این بحث رو مطرح کردم که آقا این من بزنم مثل تو این آلمانیست مگه خاتمی نداره، پولاریز مگه سلوشینا ندارن، باستانگیرایی رو مگه اینا ندارن، مگه مدیگرایی رو مگه اینا ندارن. یادش به توی شما خودتون هم میدونید اصلا بحث راهیان نوری که راه افتاد کی راه انداخت راهیان نور خواهد دارید؟ راهیان نور کی انداخت؟ راه انداخت حسین یک نبود مقام معظم رهبری راهیان بسن. قضیهش هم چی بود؟ اون وقت این علیه معلی های مهاجرانی وزیر ارشاد بود خدا گفت امسال نوروز من میخوام مردم رو ببرم تخت جمشید. اونجا مقام معظم رهبری چی نبود؟ عملا مخالفت کرد پاشد خودش رفت منطقه جنوب دیدار منطقه جنوب. از اون وقت به بعد راه افتاد، یعنی رفتن به سراغ ملی‌گرا و اینو با اینا هم دارن ایام فتنه جمهوریه نه شرقی نه غربی جمهوریه ایرانی. چیز جدید این مکتب ایرانی تلاوم همونه. من بزنم میسیم که این آقای مشروعی عجیب بیجیر مواجه به همون اصلاح طلبان هرچی هم گرفت جاوان هم همینه هرچی گرفتاری داریم هرچی نامردی داریم ما این اصلاح طلبان دیگه تو ایام فتنه یادش بخیر دو دستی داشتن کشور رو تحویل میدادن به آمریکا و استانی اسرائیل نتانیاهو اون جمعه نتانیاهو یادتونه که سران اصلاحات به نمایندگی از ما دارن با جمهوری اسلامی میجنگن. خواه انتر از این هم ما میتونیم بشتیم بحث ما باید توجه میکنم اینه تداوم همون ریچارد روکی اومده بود من تو اون صحبت خودم گفتم سال 86 ایران بعد رفت با سران اصلاحات ملاقات کرده اونجا این بحث مطرح کرده که من چون اونجا نمیشه سکر رئیس من جا بندازیم حکومت حکومت مردم متدیم هم اینا برید به سر ملی نمایی اون کار بکنید. لذا شما از این طرف کنید جمهوری ایرانی از این طرف هم دارید مکتب رو کنید. خب پس باید توجه بکنیم اصل اونه. من این چیزی هم من باید از این پنجشنبه بود بحث مطرح کردم بعد دیدم آقا از من مقام از رهبری از من تقلب کرد دوشنبه داشت تو با نماینده ها داشت فرمایشی داشت اونجا دوباره خیلی برام جالب بود اصلا که مقام معظم رهبری من فرمایشات رو آقا رصد میکنم نمیدونم شما حواستون جمع یا نه هستن که ایشون یک سال و نیم در زمان فتنه با هر کس که ملاقات میکرد هر جا علیکی هم بود ارتباط میدن فتنه رو مطرح میکرد سوال فتنه هی فتنه دیگه میخواد با کارگر باشه با سیاسی باشه با اقتصادی باشه با اساتید دانشگاه باشه با فلان باشه با فلان باشه یه دو سه ماهی قطع کردیم. من توجه داشتم اصلا واژه فتنه رو به کار نمیبرم دوباره شروع کرد یه معنا دارد. در دیداری که با نماینده مجلس داشت اولین بار من شاید در زمان رهبری و معظم رهبری من اولین بار ازشون میشنوم شاید گفته باشم اولین بار واژه چپی ها رو مطرح کرد. چپی هم که گفت اول که خوب بودن شغل خوبی داشتن چپی هم کی گفته میشه؟ مجمع روحانیون کی هم؟ موسوی خوینی ها انصاری سید حسن خمینی آقای خاتمی هم این مجمع انصاری هم افراد دیگه که هستن امام جمهورانی هم افراد دیگه هستن آقای باردی هم کی پای امان ها که هستن پیل میشنست هم سران اصلاح هستن همونهایی که یادتونه شنبه بعد از صحبت مقام معظم رهبری خطبه 20 خرداد بود نیست؟ بله از قوم وادی بود دعوت به رهبری کرد اون آقای میسر و خواهی اینا تصمیم داشت یعنی چه هرچی ایشون میگه باید همین بشنن یه بارم این که حرف آخر زن این دوشون حرف آخر رو باید بزنه رو باید بشکنه شاید بیشترین کشته رو هم تو همون راقی نویده توی این نفر کشته خب اینا اولین بار دوباره آقا رفته به سراغ این بحثای فتنه
تو مرقد امام خاطرتون هست؟ فرمودن دو تا ده سال دشمن برنامه‌ریزی کرد، یکی از سال 68 تا 78 78 رفتیم چی داریم؟ توجه کنیم 10 سال. خب تیر ماه 78 کار کی بود؟ اصلاح طلبان. توجه کنیم آقای فایزاده بود تو این جریان، اصلا رهبری میکرد. موسوی لاری بود نوان وزیر کشور، خود شخص آقای خاتمی بود دخالت داشت، اصلا واسه تیپا اینا بودن. همیشه هم من اون زمان یادمه خیلی جدی هستم، صحنه به صحنه خدا شاهده هر روزش. حالا این خوش قصه ای داره، یه وقتی باید شما برگردی اون یه وقتی فرصتی باید بشه اجدهتی رو ریز بریز دارم توضیح بده این وقتی زنجیره ریز بکنم. من همون زمان سیدیایی دارم در طور مکانی تاریک اصلاحات اونجا وارد شدم، تمام اینا هم توضیح دادم هست همون زمان اپنات میگه سبایی دوشما رو کشید که آقا هر کاری کسی دفاخر بشه نکنی زمین خبری نشده بود، تحبیل زیاد شده سر خود اعتبار بسن. من خواهدم از 68 تا 78 کار استفاده آقا فرمود یه ده سال دومی هم بود، از 78 تا 88 باز کارم کی بود اشترانش؟ ما هرچه داریم هرچه به خدا قسم بدبختی داریم از این موارد هست از استفاده مشروعی کجا خطری مثل این داره؟ حواستون جمع بشه در برخورد سیاسی همه مسائل لحاظ بکنید. آقا دوباره در دوم شعبان روز پاسدار، حالا فرداش روز پاسدار بود، دوباره فرمود برو تو برخورداتون حواس میجن بشه، یه عده میخوان براندازی کنن جملات رو آقاست را مثل اونایی که تو 88 کار انجام دادن. آقا اینا رو برانداز میدونید درست دارن، اما یه دارو اشتباهی میکنن. توجه کنید فاصله یه دیگه کلام را ناظر بود جریان امرافی دروز. خب سوال این است که اونا پس حواس مجمع بشون تحلیل ها خطر اصلی اینه اونا هستن که اینا آقای مشرای تداوم اصلاحات شعارهایی که مطرح کرده مکتب ایرانی مال اوناست، باستانگرایی مال اوناست، اونا هم دارن اومانیسمش، پلورالیسمش، دیسمش و چیزهایی که من تو صحبت خودم آوردم و مواردی از آقایی که خوندم، اینا دقیقا همونایی که اینو بودن. اونا رو غفلت نکنیم، اصل اونا اصلی تلی که آقا مطرح کرده حسن جانبه. یه سوال مطرح میشه عمل انشاد آقا نسبتش به خود آقای مشرایی چه بود؟ چه چیزیه؟ حالا که من نمیبینید من میگم بعدم میتونم منکر بشم بعضی خبرهای خصوصی‌تر براتون هست بکنم خبرهایی که هست. آیا ایشون بحث رمالی و اینا من تو سوال خودم آوردم براتون ممکنم دانگوش داریم گفتم رمالی یک بخش کاره، شاید 4-5% 4-5% هم دروغ بود. این رمالی آیا افرادی در ایران قدید ترین شخصیست که تو جنگیری میگن محفظه یه تلسم عبرش از منزل احمد نژاد کرد، آقای احمد نژاد کرد داد به آقای جنتی، آقای جنتی زنگ زد به آقای احمد نژاد به آقای این چیه؟ گفت من میدونستم اینجاست. بعد گفتم باطلش کنم، بردم تو زندان پیش آقای قفاری. آقای قفاری هم میدونه دیگه بازجوها تو نیم ساعت نمیتونم بیش از این پیشش باشم باش صحبت کنم اصلا. این دست کیه دیگه؟ ولی اینا چون تو تاریکیش میشه گفت گفت کی به کی تو تاریکی اشکال نداره. دست وزارت اطلاعات سپاس، نه تو وزارت اطلاعات. آقای طائب رئیس وزارت اطلاعات سپاس خودش هم رفت برای بازجویی، حسین طائب چشمش بسته بود این آقای عباس قفاری، اما اول بهش گفت نمیدونست کیه اینش هست که ندید که تو اسمت حسین نیست، اسمت حسن، پسرت اینه، اسمش اینه، دخترت اسمش اینه، اون یکی اینه، اون یکی اینه، اون یکی اینه. بعدش دیگه ایشون اومد، جالبه من رده پایین تر از آقای حسینی طایب باشون از دوستان هستم، این بازجو خودشون بازجوی هم میکنن. بعد ایشون میگفت که ما خودمون مدت ها زیر نظر ایشون هستیم به نزد اسمش حسین نیست، حسین اسم برادر شهیدشه. گفت اونو اسم اصلاح رو گذاشته برای خودش، گفت آره اسم حسن هستن، اسم حسین نیست هستن. بهش گفتن خب آقای عباس قفاری این تلسم باطل کن. گفت این تلسم چیه؟ گفت سه نفر نوشتن، یک نفر هندیه،
یه نفر یهودیه و من نوشتم. یه دقت کردیم بیدیم سه نخط هم توش هست، عربی توش هست و هندی توش هست و فارسی. گفت باطلش کن. گفت باطلش نمی کن. راه داره. گفت راهش من آزادش کنیم من برم. اگه اینجوری میخوایی دو سه ما طول میشه. اما اگر میخوایی زودتر انجام بشه این تلسمه من رو بفرسیم، من باید برم یه هفته برم تو سمنان. تو سمنان باشه. این بچه های بازجو میگفتن که ما یه رابطی داریم، یه آقای دیگه هم داریم، اهل بقیه از علما این چیزها رو وارد تو قم. که اومدیم پیشش این پیشنهاد رو همش چک میکنیم بایشون. اون مطلقایش رو نفرستید سمنان. چون سمنان یه منطقه ایه که رفت آمده از جنه اونجا خیلی فرق آمده. تو بسند رو اون پیشنگره کار بدتر میشه اصلا. البته میدونه دیگه چجوری با اجنده میشه؟ اجنده هم دو دسته هم. چون قرآن کریم ببینید پیغمبر ما دو تا دست از موجودات عالم ماده داریم، تکلیف دارن، بهشت و جهنم دارن، انسان و جن. پیغمبر ما پیغمبر هر دو تاست و اجنه علامه طباطبایی میفرماد دو دستن، کافر و شیعه. غیر شیعه هم نداریم از مثلا. چرا؟ علتش اینه اونی که جنی که الان یادشه چه چیزی خودش تو صحنه حضور داشت، صحنه چی بود؟ من کنت مولا فعال و علی و مولاش حضور داشت، الان هست. این جعفر جندی که معروف بود از شیعیان بود و در زمان امام حسین سلام الله علیه به کمک امام حسین خواست بیاد، امام حسین قبول نکردن، در زمان آقای بروجردی فوت کرد. من شنیدم، نمیدونم چرا درسته، که معلومه آقای بروجردی برایش مجلس هم گرفت، یعنی اینو سنشون هم خیلی بالاست. خب اونه که کافرم خیلی میتونم مرموز باشم، اذیت کنم. راه تماس با اونها خیلی مثلا توهین به دین است و این نامرد تو حتی همیاران تو زندان هم خیلی آدم چندشش میاد و از شرمش میاد بگیر. تو ماه تحتش آیات قرآن همیاران میدونیست. خیلی نامرده، خیلی پسته است. من الان سوابقش هم این مجال خبر دارم چه آدم مزخرف یه این آقای عباس رفتاره خلاصه نفرستارش. دوباره بهش بکنه آقا همینجا باید باطل کنه. بخواه بس که کاغذی بگیم من یه سری چیزایی بنویسم. بهشون مشغول نوشتن بود، شکلی داشت میکشید، گفت بازجوه با خدایی شد. من رو کشیدم گرفت من زیر دستش. و این آوردیم به این رابطه اون تو قوم، گفت خوب کردید گرفتید. ایشون با این اشکال داشت تک تک شماها رو با سهر میکرد اصلا. آدم فوق‌العاده ای بود. همین آقای غفاری یک کارت ویژه داشت زمان خاتمی. دیگه هماهنگی لازم نداشت با اینکه بره توی این مثلا جنوب. من قوم بیدن همه شما اهل بخی هم. و این رو چه میدونستن که فرض کنید دولت دولت رحمانیست و این حرف باشی؟ اصلا به ازاد دلیل این حرف رده. اینا دنبال رحمانی چی میدونه؟ کسی که رحمانه پراگماتیست نیست، اهل عمل نیست، اما اینجا روز 18 ساعت کار میکنه. این حرف ها چی هستن؟ رحمانی اون آدم عوضی محمد بسای مشرایی این ممکنه آدمی که اینطور هست. اما شخص های هم اینجا بیاد اون باشه، ایشون جهل مرکب داره. یه چیزایی باید از من زیاد نقل نکنید، بعضی چیزا خصوصی تر من براتون بگم. این بعضی که اینا دارن خود آقای مثلا آقای احمدی نژاد یک صد درصد گول خورده، یعنی شما یه درصد درصد از صد درصد بخواد کم بگیرید درست نیست. کنه استاد اگه میشه کامل توضیح بدین برای ما، یعنی بدون پرده توضیح بدین، چون ما یه سری جلسات داریم تو دانشگاه. بعدم از من نقل میکنید که نه نه ما نقل نمیکنیم، ما فقط جواب میدیم. خب واسه خودت رو بشناسین خیلی واسه اینکه برنامه خودت رو بشناسین. استاد ما یه سری نشاست داریم که بچه‌ها رو الان برق میاد بس بگید خاموش میکنم. چش بچه‌ها رو میخوام توضیح بدم. بعد بدون باشه این آقای مشرایی آدم فاسد و فکریه دیگه، فاسد و چیزای دیگه هم هست. رئیس یه قوه به من میگفت که جلساتی که باش داریم، میگفت که از این 25 نفری که دستگیر کردیم، گفتم آجا با شما که دستگیر نگردیم، به مزد اطلاعات دستگیر کرد. گفت مردی ساید ما مجوز ندیم بگه کسی میتونه در کسی رو دستگیر میکنه اصلا. خب به غذای راست کنه، به غذای باید دستگیر. ایشون میگفت که یکی از اینا که دستگیر کردیم از دفتر آقای مشرایی
یه پسری هست شاید شما عکسش رو میدید، جوان هم هست، رابطه مشایی با منرگش ها و کاردردن ها و من عکسش دیدم، همون دویست میلیون که به هدیه تهران دادن ایشون برادش کردن. گفت این آقا میگفت تو بازجوهاش، بازجوهاش که یه شب آقای مشایی برگفت بریم منزل هدیه تهران. این رئیس ما خیلی شوخه، گفت خبر داری هدیه تهران چطوره؟ گفتم نه. گفت مطلقه هست، تنها زمانه. بعد گفت اینو ما رفتیم، اون پسره میگفت با آقای مشایی رفتیم اونجا، گفت دست بر غذا یه خانم دیگه هم بود پیشش، یه ارتباط به زندگی میکنه هست و اینه، رو خونه هر خونه که هست. با خانم دیگه بود، اون خانم شوهردار بود. گفت من اون خانم شوهردار رو بردم توی اتاق، مشرایی هدیه تهرانی رو توی اتاق دیگه، تا صبح هم من هم آقای مشرایی داشتیم براشون بحث توحید میگفتیم. وسوسه میشدم اما هیچ کاری انجام نمیدم. خب ببینید فرض به شما هیچ کاری هم انجام نمیدوشید، اصلا زن و مرد در یک اتاق، اتاق در بست حرام است بودنش. خب یه عکسی رو بردم با آقانشون دیدم، سر آقای مشرایی و دوش یه خانومه هست. بعد آقام دید این عکس رو اصلا. اون خانومه هم پیره، حالا پیر جوان نداره، حرام حلوی که پیر جوان نداره اصلا. خانومه کیه؟ اون وزیر مصدق فاطمی اسمش شنیدید اون خانومه شد این مدت دستگیر شد و این حالا جاسوسه. آره اون هاتفورتل که بیش از 80 میلیون یه گفتن نه بیش از 80 میلیون یه گفتن نه 80 میلیون تا الان خرج شده اینا نگاش میدارن. آقای مشرایی یه آدم گفتم آقا مشرایی رو فقط تو بحث رحمانی نبینیم، اینا دوستن با بحث، من تو صحبت کنم گفتم که اینا دوستن بحث رحمانی جلوه بکنه که به حیثیت دیگهشون مطرح نشه. حیثیت دومش روابط خارجیشه، ایشون صد تا سفر خارجی داشت، 20 تاشو محتواش میدونن. اصلا شورای عالی ایران و خارج از کشور پوشش ایست برای این سفرها. رئیس مولانا رو من از شورای عالی هم پنده میگه مردون میگم به رئیس مولانا رو جلسه داریم با ایلانی جانی رئیس مولانا رازاییه ایشون میگم رو مشای خونه هایی تو خارج از کشور خریده ایشون خونه که میخواد بخرید اسم کی باید بزنیم؟ ما تو قوم افغانی زیاد داریم، وقتی خونه میخرن به اسمشون نمیشه، چرا؟ چون تابعیت ایرانی ندارن. از شما اگه میخوای خونه بخرید تو خارج از کشور به اسم کی باید بزنیم؟ به اسم همین ایرانیان آدمای نامرد ضد انقلاب فرانسه. و آقای مشایی وقتی خارج از کشور میده این خونه ها خونه های پوششی مذاکرات و بحث ها تو سفارت که نمیان ملاقات بکنن که اینا شنود بشه، اصلا اونجا این کار رو انجام میده. یه حیثیت سومی هم داره که من کاری باشه ندارم، اصلا حیثیت سوم تحلیلی که من شاید خونه ها گوش دارید و عرض نکنم، یه تحلیل این که نسبت دارم نسبت به خب همه اینا میخوان میگن قانون گریزی دارن، میخوان مجلس رو بگیرن، میخوان ریاست جمهوری رو بگیرن. بالاتر از اینا به نظرم مشایی بالاتر از اینا هم شاید نظر داشته باشه، جلو آقا میخواد وایسته، برنامه این برنامه ها هست. اما یادمون باشه همه اینا انگشت کوچیک اصلاح طلبان نمیشه. مگه اونا سفر خارجی ندارن؟ مگه اینا خودشون اصلا مستقیما بوش و اوباما گفته که اینا نوکران با اصلا دارن میجنگن دیگه؟ بعضی ما خبر نداریم مشایی آقا چی گفته، هنوز برای ما ثابت نیست. اون که ثابت شده نامندیشون. مگه اونا ساخت میگن مشروعی ساختار نظام رو قبول ندارن، توجیه میکنن میگن قانون‌گریزی که عمل ایجاد داره به خاطر اینا تحت تاثیر مشروعی است. مگه اونا قانون‌گریزی ندارن؟ مگه اونا برای تغییر قبول دارن؟ مگه اونا قانون اساسی رو قبول دارن؟ من لایه دومی که تو سی دی ام نشون دادم اصلا آخرش به این نتیجه رسیدم که از بنصب رهبری خاتمی رو به دست خود من بردش، از بنصب رؤسای تمام قوا به دست من بشه. اینا قانون اساسی رو قبول دارن، ساختار نظام رو قبول دارن، چی لازم هست؟ نزا همه اینا یادمون باشه هرچه خدا شاهده بدبختی و نامردی داریم مال این اصلاح داریم. همه همه چرا سکوت کردم؟ چرا سکوت کردم؟ اخیراً آقای بعد از 11 روز آقای احمدی نژاد و حجاری هم صحبت کرد، حجاری هم گفت ما گفتیم آخیرت دوگانه، همین رو گفتیم دیگه، همه داره اجرا میشه، یعنی اون چیزی که ما میخواییم داره اجرا میشه. خب یه نکته هست، بس این رهبری میدونست احمدی نژاد اینطوره، رهبری میدونست احمدی نژاد مشایی هم دارد از اول، چرا دفاع کرد؟
به نظر نمیرسه آیا هاشمی بهتر بود تحلیلاش؟ این تکه رو حد اقل درست حالا بوده که این مدر مسلمتر از درخو میزنه، حد اقل قبول کنید این تکه رو آیا هاشمی درست هم نظام مخالف احمد میشه، چون نظام بس حفظ میشه، ولایت بس حفظ میشه، هاشمی بس درستر فهمید. این حرفا حالا این دیدی گفتیم بله از این چیزا زیاد فراموش شده. جواب میشه من اون گفتم برای تو تکراری بشه اون نوارم گفتم آقای هاشمی خودمونی حالا که بعد نیست من بعضی چیزای خصوصی داره باشم بگم تو نوارم نگفتم اصلا آقای هاشمی تو واقعا دلت برای ولایت سوخته بود که مخالف احمدی نژاد بودی؟ تو اگه دلت برای ولایت سوخته بود چرا هر روز تموزه دست از موسوی بر نمیدونی؟ موسوی طرفدار ولایته، طرفدار آقاست، پایین‌تر از ایشون داری؟ اینجور علیه نظام ایستاده بودن رو تمام کشورهای منطقه همه اونایی که با امام و نظام و اسلام مخالف بودن با اینا آمریکا و اسرائیل و همه باشون اومده بودن اینا موسوی طرفدار بودن همین پایین یکی دوانه میگذره پدر موسوی رحمت خدا رو چون پدر آدم سالمیه سالمی بود آقای هاشمی نامداد گفت چی؟ ازند صدیق و خدو همین الان شما دست برنه پس تو دلت برای این نسو میدونی دلش برای چی سو؟ آقای لاله‌جانی یک سال خوردی قبل از اینکه رئیس قوه بشه خب توی رئیس قوه رهبری یه بخش دبیرخونه داریم یه پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام داریم حاج آقا رئیس ماست منم مثلا قائم مقام میشم مواد برم گفت یه جلسه هفته دیگه رئیس قوه هم داشتیم گفت آقا برم گفت یه رئیس قوه بشم بشم نشم گفتم من چی؟ گفت نه من مشورت کردم شما بگم من چی نگفتم البته خودش به من باقا گفتم گفتم من اینجا دارم درس میدم درس میدم خب بس اجازه من یه فکر میکنم بینم دو سه ما بعد دوباره گفت گاهی سه برم میکنم گفت آقا دوباره من دید خب چی شد؟ جواب چی شد؟ دو بار سه بار چهار بار آخرش بهش گفتم آقا سلام نیست دو تا برادر رئیس دو تا قوه تو کشور حالا ایشون داره به آقا میگه آقا فهمید بابا سلامیش چیه ضرورت کشوره دو تا برادر رئیس دو برادرش پس این چه خلاص شاید دو سه ما مونده بود بشه رئیس سه شام مونده بود دیگه اصلا نمیدیدیم بشه نمیشون هفته دو سه جلسه که با هم داشتیم دیگه نمیدیدیم پرونده ها یک شلان بود به قضایی آورده بود میخوند و برای اینکه آشنا بشه مسلط ها شاید یکی دو هفته مونده بود که بره حکم از دست آقا بگیره تو اتاق با هم نشسته بودیم من بهش گفتم آجا اگه رفتی و پرونده خانواده آقای هاشمی دست بیاد چه کار می‌کنی بعد ثابت شد ایشون گفت که مهدی هاشمی که اصلا حرفش نزد گفتم چی شده گفت پرونده که داره که چی منتها اونقدر قدرت دارن اونقدر قدرت دارن هر قاضی بلندپایه اندازه بخواد بره به سراغ پروندهش در جا کنده پایش چونین مهدی هاشمی حالا این نکته نسبت به هاشمی با معرف نمیزنم یک ایشون چونین مهدی هاشمی اینی که اینقدر اقتدار داره الان جرأت نداره پاش تو ایران بذاره کی این کارو کرد؟ احمد نژاد آقای هاشمی تو طرفدار ولایت نیستی تو دقیقه دل جلگیری داری حالت گرفته شده حال بچه هات گرفته شده حالا تو طرفدار ولایت بشی که موسوی طرفدار ولایت رو دست ازش برمیداری مگه این سران اصلاح طرفدار ولایت هم مگه خواهی بیده طرفدار ولایت بابا خودت اصلا آقای هاشمی آقا من تو جلسه مسئله اصلا حتما از من نقل نکنید تو جلسه مسئله بگم میرن تو جلسه مجموع هم شرکت بکنم میدونید دیگه اینا متاسفانه یه رسمی مسئله بگم باف کرده از مسئله بگم خب میدونید دو سالی دو بار جلسه گرفته میشه سه روزه دو روز خودشون جلسه دارن روز آخر میرن خدمت آقا اول میرن مرقد ما بعد میرن خدمت آقا منظر بکنم باید خدمت آقا برسن خدمت این آقا باید برسن تو نمیدونم چرا چه رسمی اصلا شب آخر شام باید تو مجمع با این که آقای هاشمی خودش رئیس بود یعنی عضو همیشه میبینیدش خدمت این آقا میرسه این آقا و اون آقا اینگاه دوتا آقا داریم تو کشور هستن خلاصه تو جلسه من نشست اونم که من خودم نشسته بودم بحث معاهده‌ای که مطرح شده بود اون زمان کلان اون زمان الان نه ایشون گفت انقدر معاهده نگیر مردمی که اومده بودن بعضی از ترس آمدن
بعضی به خاطر مشکلات آمدن. آقای هاشمی این سخن سخن داره نمیسی نیست. مردم از ترس آدم مورده مردم که با اون دقیقی رو با اون شعار آیه اصلا باور نداره. آقای هاشمی تو خانومت که دستور اختشاش میده یا اون کلیپ دیدید دیگه ولی من رای دادم ببینید به موسوی اگه آورد آورد نه آورد بریزید بیرون. دخترت که رفته ساندویچ بخوره پسر که مهدی هاشمیه آقا خانواده نواد که دستگیر شدن یه خانواده زن آدم پسر آدم دختر آدم نوه آدم خب چی میمونه چی میمونه خانوادت کن برد اختشار توجه کنید مواظب باشیم ریشه اصلی رو فراموش نکنیم ریشه اصلاح‌طلبان هم توی بدبختی احمدی‌نژاد خدماتی برای این انقلاب انجام داد به خدا قسم از زمان بعد از انقلاب تا به حال بی‌نظیر است. همین هاشمیه با این اختلاف که بچهش انقدر اختلاف داشت جرأت نزدیک شدن به طرح هدفمند کردن برنامه رو نداشت. عملجانی کن انجام بود. همه میگن ضرورت نظام بود. خاتمی که اصلا هیچی اون که داخل حساب میشه. اصلا بمیزه دور اصلا. هاشمی که انقدر اختلاف داشت چرا این کار انجام داشت؟ چون که بودی ضرورت نظام که خدماتی که در سازندگی این کشور انجام داد شما انجام دادید؟ شما شده سردار سازندگی؟ در زمان آقای احمدی‌نژاد بود سفینه فضایی رفته هوا چون نگفتن سردار فضایی؟ خود شما بود؟ تو سدسازی، توی فلان، توی فلان، توی انرژی هسته‌ای ما کجا بودیم؟ آقا من تکیه تو نوا نگفتم به خدا قسم در اوج بودیم این اصلاح طلبان ما رو به ذلت نشوندن. من دارم مستقبل از آقای جلیلی دارم براتون نقل میکنم این خبر رو بیرون نیومده دو ماه یعنی اون سالی که انتخاب 88 داشتیم فروردین ما نامه داده اوباما به شخص مقام معظم رهبری گفته از باشه ما پذیرفتیم شما باید تو منطقه و جهان کمک رو میکنید. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که دشمن شماره شماره یک نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت منطقه‌ای ما و قدرت جهانی ما را پذیرفت. در جا مقام معظم رهبری تو همین مشهد سخنرانی فرمودن گفت که دستکش مخملی نمیشه از این طرف میگید این اما دوباره یعنی قدرت رو پذیرفت دوباره شاید 20 روز یعنی اول خرداد دوباره نامه داد آقای اوباما بابا کمکمون کنید ما نیاز به کمک شما داریم تو منطقه و تو جهان. پذیرش ایران انقدر تو اوج بود همون زمان آقای جلیلی و مشاورش خودش به من میگفت آقای ما خواستیم با سولانه مذاکره بکنیم چقدر بس وقت میگرفتیم حتی تو زمان احمدی‌نژاد سولانه زنگ زدم خواهم بیام ایران خیلی شوکه شدیم تو میکنم بیرون اومده بود ایران یه نان پیپر گذاشت بونیست نان پیپر گفتم چیه؟ گفت اصطلاحیه تو این نه سند رسمیه نه شفاهیه که هیچ اعتبار بود تو نان پیپر اومده بود تمام شرایط ایران رو پذیرفته بود حق غنی سازی حق فلان حق فلان حق فلان حق فلان ما اوج بودیم خب رفت گفتیم قالو بیاد مذاکره که شاید 8 روز مونده بود به انتخابات این آقای سولانا در بیست مونده بود آمد بود 8 روز بود آقا مذاکره چطور شد شما خودتون اومدید ایرانی که در اوج بود 8 روز مونده بود به انتخابات بود که مهدی هاشمی پیام میده برای شخص اوباما شخص اینا که آقا مذاکره نکنید ما پیروز میشیم اگر مذاکره بکنیم بخورون هست ما که با شما راه میه مثل امنجا نیستیم که اش بکنم و ایران رو از اون اوج آقا به خدا قسم کشوندن زلت ایران الان از این تاریخ داره دور خودش میکشه بابا خیانتی که این اصلاحات با ما همین اخیرا شدن شما یک سال نمیده دوباره مذاکرهش گشوده تو یک سال خوردی دوباره نمیومدن ایران داخل آدم نمیدونستن اینایی که قدرت پذیرفتن قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران را خودشون مجبورن نامه بدن تو تحریمات بله تحریم ها بعد از اون جریان بوده بله بعد از اون جریان بوده یعنی قبل جریان نمیتونستن تحریم کنن به این صورت تحریم نبود باز شروع کردن تحریم های بسیار عمیق‌تر ابتدا دیدن تو این جریاناتی که در داخل کشوره امید بسته بودن گفتن تموم شده است
بقوله خودشون ما گرفتیم تموم کردیم اصلا. نشد تحریم‌های غلیظ و شدید. چه تحریم‌هایی؟ حالا شما فهمونی تحریم‌ها رو چه همجور تاریکی من براتون تحریم‌ها رو براتون بزر بگم. چه تحریم‌هایی؟ آقای توسطگان دو جلسهش محرمانه است. آقای کی اومده بود؟ آقای هاشمی تو جلسه قبلش شبش که پیشش بودی آقا دل و دماغ تمام نماینده‌ها رو خورده بود. خبر دارید؟ چه تحریم‌هایی؟ نمیتونیم چیزی بخریم. دقت کنید خیلی خدا شادی دولت خدمت کرد. خیلی خدمت کرد. شما این چیزها رو نمیگن به مردم. حالا میگم تو تاریکی اینو از من نشنیدید. واقعا هم همینطور بود. یعنی شما الان میخواد فرض کنید برید یه دونه تکنولوژی بخرید، یه صنعت، دارو بخرید. نمیتونید تو چمدون پول بریزید ببرید که. این میلیون دلار رو مثلا فرض کنید اینا معامله بکنید. بعد پولایی که ما تو بانک‌های خارج بریم چک بکشید مثلا حواله بدید. ممنون شد معامله. با دلار ممنوع شد، با یورو ممنوع شد. مثلا چرا هیچ کار دستمون رو واقعا بستن. ببینید من یه نمونه آیه اینا دیگه آیه دکتر حسینی آیه هاشمی دل و دماغ همه نماینده مجلس ما رو خورده بود. قبل از اینکهشون بیاد یه آنتراکتی وسط دو جلسه بود من رفتم بیرون. ایشون داشت میاد گفتم آیه دکتر از این اینه همه چی ما همه چی رو واداده ایم کشتی هامون تجارتمون فلان حالا اشکال نداره بگم یه رئیس دفتر داره آقای هاشمی از اون آدم های خدا آقات ما رو بخیر کنه. ایشون برگشت من خودش به من میگو میخوام آقا یه دونه پول یه ضربه پول بفرستیم دبی نمیشه نمیذارن. گفتم چه بگم آقا پول بسید 500 هزار دلار پول خوردشون خانه ماشین سازی فلان رو تحریم کردن. آقا مگه مورد توی استاد نرفیش هایی که بندونی بردن تو پایین گرفتن اون قدر این تحریم تحریم ها غلیظ و شدید بود به خدا واسم هیچ دوره یادتون باشه تحریم اقتصادی هیچ دوره اینا بیرون نیدیم که درست آمد اینو پیش مردم نباید بود که با از اول و از انقلاب تحریمی چیز جدیدی نبود. نه هیچ دوره با از انقلاب تا به حال چون تحریمی نباشیم. فقط یه نمونه آقای دکتر حسینی توضیح میده میگه اما شما میدید فرض کن ماشین دارید اگه بیمه نداشته باشید پلیس چلوتون میده کشتی ها باید تو آبای بین‌المللی یه بیمه خاص محیط زیست داشته باشن. فقط 5 کشور تو دنیا بیمه میدن. اون 5 کشور رو نمیدن. خیلی هم نامردن. 5 کشور حق به تو دارن. 5 کشورن، 5 کشورن، 5 کشور. کل دنیا مال خودشونه. ما داروی آقای هاشمی رو خیلی مانند داریم. دارو برای بیماران کلیوی رو جلوش گرفتن. شکر خودش گفتن اینا به خود محصولی میکشون آیا شما محصولی اگه بتونن کار انجام بدن اینطور نمیشه تعلیم بله محصولی میکشون کار کار نداریم. اما چی شد؟ من تعلیم براتون توضیح بدم. آیا حسینی میگفت که ما دست پاچه نشدیم. آقا همین قذافی رو اتونه گفتن میخواد تعلیمت کنیم تعلیمت کنیم دستشو بالا برد گفت بابا این هرچه هسته ایست بدنید. اصلا وقتی که اسم تعلیم میاد دستاشون بالا میره. چقدر این دولت برنامه‌ریزی یک سال و نیم پیش دو سال پیش شروع کرد برنامه‌ریزی کردن بالاتر از همین اینا مقام منصب رهبری آقای حسینی میگفت ما باید وقت میگرفتیم از آقا میگفت هفته یکی دو سه جلسه ما رو میخواست رفتیم پیش آقا گفت شیش ماه قبل از این جریان آقا فرمود کرد چه دو سه ماه قبل از اونجا سخنرانیشون من دارم میگم این سخنرانی مال یک سال قبل آقا فرمود که یه جنگی همه جانبه علیه ایران آغاز شده است. اینا بیرون نمیگن هیچ وقت اینا نمیتونن بیش از شیش ماه اینقدر فشار بیارن همه چیز نمیتونستیم با پول مبادله بکنیم نه کشتی نه 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 همه جوره شرکت هایی که تو ایران بودن داشتن مثلا اکتشاف رو همه رفتن خیلی وحشتناک شده بود. چجوری کشور هر شد؟ چجوری کشور هر شد؟ این هنر این دولت هست اصلا نه ضربه به مردم نه فشاری استادگی و نصرت خدا و نصرت خدا یه نمونه فقط براتون میگم بنزین رو ما تونستیم تا الان 70 خوردی میلیون لیتر روزانه مصرف داریم تا 50 خوردی میلیون لیتر تونستیم تولید بکنیم 20 خوردی میلیون لیتر
ما سریع شروع کردیم اینا رو توی مخزن ها نگه داریم که توی وقت تعلیم ها پیش میکرد این تعلیم ها شدید تر بشه. اونقدر کاری انجام دادن که یه قطره بنزین به ما نمیفروختن، حتی کی؟ حتی هوگو چاوز. اینی که همش تو ایران هست اوتوپورت میکنه ایران 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 بله بله همینی که اینقدر با ایرانه، دوست ایرانه. هیچ کس برنامه‌ریزی شده بود از داخل ایران گراه به اینا داده بودن از من نقل نکنید. توی کمیسیون انرژی مجلس آقای کیه که سبزه من دیگه سنده این آقا گراه داده بود که نگران نباشید تا اول آقابان کنید این مخزن ها بنزین تمام میشه، مردم باید بنزین، مردم حالیشون نمیشه صفحه پون بنزین آشوب ها آباز خواهد شد، بسته بودن تا اول آقابان. خب چطور شده هم؟ من میکنه چرا آقابان؟ آقای وزیر نفت میگفت چاره نه، آقا دستور داد تصمیم گرفته شد که بنزین تولید کنه. بعضی از تولیداتمون توی پتروشیمی رو قطع کردیم، شروع کردیم بنزین تولید کردن. تا یک ماه هم صداش در نیومد. بنزینی که تولید کردیم، من این اسم به شما آشناتری گفت اکتانش بالاتر از اکتان سوپر. مجبور می شدیم برای اینکه به مردم بدیم شروعش اینه با همین بنزین های آبدار قاطیش کنیم به مردم بدیم. چرا تا یک ماه صداش در نیورده بودیم؟ چون اگه صداش در شما دیدید همین داخلی های نامرد خارجی های که سجده خودش که علت این که هوای تهران آلوده است بالا بنزین تولید داخله، مردم کم کم دیگه مصرف نکنند. توجه دارید؟ تا یک ماه کی کشور رو نجات داد؟ بابا هنر این دولت است که ما رو مذارت داریم، خدماتی که این دولت کرد. آقای خاتمی داد میزد مردم ما، ملت ما جوانه راست میگه. از این سی چه ملت ما جوان میدونیم؟ میدونیم منیشیه جوان سن ازدواجه، ازدواج میکنه مسکن میخواد. من خدا شاده پیش کنم میگفتم محاله مشکل مسکن حل بشه. چی رو داره حلش میکنن؟ به قول خود آقای احمدی نژاد اینا خدماتی است که این دولت انجام داده است. اون دولت دنبال اینا بوده. احمدشاد یه جا حساب بانکی داره؟ کدوم یکی از من حساب بانکی ندارم؟ خاتمی؟ اون مشایی. خود مشایی هم نامد خودش هم نبود. دیگه خودش هم نبود. حواسش هم. من با مشایی کار ندارم. شخص آقای احمدی‌نژاد یادتون باشه؟ بسیار مهمه حواسمون جمع باشه. خدماتی که برای این نظام انجام داد میتونی زمان دورکاری که از نهاده مجلس میگفت رو رفتیم پیشش احمدشاد این جمله رو گفت درست بود، گفت در زمان من بود که مقام معظم رهبری حرفش نفوذش بیشتر شده بود. این جمله یا کی بود این جمله راست میگفت؟ جمله فاضل هاشمی دیدیم کلیپه بود. در زمان پدرم که ایشون رهبر نبود، در زمان خاتمی هم که کسی همش گوش نمیداد، این مجبور از احمدنژاد دفاع بکنه چون احمدنژاد همش گوش میده. بعد یه جمله هم احمدنژاد گفت درست بود، گفت من با کارهایی که انجام دادم، تلاشایی که انجام دادم، کارآمدی یک نظامی که در رأسش ولی یه فقیه قرار دارد رو برای مردم ملموسش کردم. مشکل مثلا دارم حل میکنم، به مردم امید دادیم، سفینه فضایی فرستادیم، تو پزشکی اینجا رسیدیم، اون واقعا مردم خود باوری رسیدن توی کشور ایران. چرا من شایی هم نیستم؟ خب حالا اون نکته شرز میکنم، پس این نکته حواسمون جمع بشه. اما این نکته، حالا سوال، آقا میدونست یا نمیدونست از من؟ یا نمیدونستم؟ چیا؟ این که مشایی داره به احمدی نژاد و بالاخره این درست این خوبی رو داره مشایی و بالاخره این نکته ای که هست، یه جواب به شما بدم. این تحلیل به نظر من خیلی جالبه. دقت کنید. به این نکته خوب دقت کنید. آیا اونا میدونستن آقا نمیدونست؟ آقا موفق بود تو کارش، ناموفق بود؟ به خدا اصلا چقدر آقا چیز بینه؟ سوال، اسلام حکومت دارد یا ندارد؟ بله، شاهدش. وقتی میگه آقا از سارق و از سارقه فخت و عیدی همان دست دوز رو ببری، این دوتا قوه میخواد، دوتا قوه. یه قوه مجنه میخواد، یه قوه قضایه. اولا چیزی باید بفهمی فلان دوز میکرده؟ باید بیه قاضی نداری دو کسی که هم دزدی کرده میگن ایو هم ناس من دزدی دم بیه دست من رو قطع کنید، باید به زور پولیس بره دستگیرش کنه. قاتلو این مطل کف
بدون ارتش، بدون سپاه، بدون نیروی نظامی، همون قوه مجریه که میخواییم، قوه قضاییه میخواییم، قوه مقننه برای این حکم، اون حکم، اون حکم، تو قرآن رو نیمده اسلام حکومت. خب سوال، اولین حکومتی که تشکیل شد کیه؟ حکومت پیغمبر صلی الله علیه و آله تو مدینه، بابنده باشید زمانتون پیش بیاد. پیغمبر شده رأس و حاکم، حاکم، حکومت. پیغمبر معصوم، حالا فرماندارش کی قرار بده؟ یه دونه معصومی دیگه هم دارم از دمی علیه السلام، بقیه چی؟ استاندار، فرمانده لشکر، قاضی، فلان، کی رو قرار بده؟ همین مردم عادی دیگه. سوال، مردم عادی معصوم من نه، لازمه معصوم نبودن ممکنه هم یعنی همین فردا خراب کنه، همین فردا. حالا سوال، پیغمبر چیکار کنه؟ حکومت تشکیل بده یا تشکیل نده؟ ولی ببینید دقت کنید چرا وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه با اینکه میدونست این همین زبیر جلوی حضرت امیر علیه السلام در خواهد آمد تو جنگ جمل، هم در اون جنگ هایی که در زمان صدر اسلام بود و هم برای خود زبیر دعا کرد، هم برای شمشیرش دعا کرد. من نمیدونم، شاید برای شمشیر از دمیر دعا کرده باشه یا نکرده، شمشیرش مسلمه. با اینکه میدونست حضرت امیر علیه السلام از کمیلی که زیر دستش، کمیل بین آدم صداقت، ازش استفاده نمی‌کنه، زیاد ابن عبی که آدم عوضی بود استفاده کرد. تو آذربایجان اون وقت اختشاش شده بود، یه آدم به تعبیر بنده قاطق فرستاد، اختشاش خاموش کرد. می‌دونی معنیش چیه؟ معنیش این است پیغمبر آیا موفق بود یا نه؟ باید در معصوم ندادیم. همون زمانی که معصوم هم بودن، معصوم هم یکی دوتا معصوم بودن. حکومت که ضرورت داره. هنر این است که شما از میان افراد موجودی که غیر معصومن بهترین افراد رو جذب بکنید و اهدافتو پیش ببرید. سوال، پیغمبر تونسته اهدافش پیش ببره؟ بله، پیغمبر تمدن سازی اسلامی کرد. واسه همین مردمی که همین زوب تلوزوبی که فردو خراب می‌کردن، توجه می‌کنید؟ آخرین عرض بنده، مقام معظم رهبری تونسته موفق بشن؟ یقینا موفق. چرا؟ بابا سیلابی که با دوم خرداد را افتاده بود و کارگزان را انداخته بودن، سیلاب شما از من خدا شاهده ایشالله نیاره وقتی که دوباره اینا برگردن. اصلا بی از اسلام نبود که اینو حمله نکرده باشن. من دیروز برای یه دو گفتم، من پیش آجاهای نسبان نشسته بودم زمان اسلام، یکی از مراجع بالفعل مطرح کشور زنگ زد نسبان بسه نمیشه، نمیشه چی طرف اون طرف نیسو کنه میکنه. یعنی همه دستاشون برد، اونقدر حجوم آوردن با این خدایی ها. چی تونسته اون حجوم کی؟ احمد نژاد بود که اونها تونسته با اسلام. آقا از بهترین گزینه استفاده کرد برای اینکه اهدافش پیش بره. موفق بود؟ بله. آقا تو داخل چقدر موفقه؟ کارآمدی نظامه، نظامی که در رأسش بلد فرقی باشه به اسلام کرد. دو، تحصیلات منطقی. پس آقا بهترین گزینه رو انتخاب کرد و بسیار هم موفق شد برای اینکه اهداف خودش پیش بره. دیدی گفتیم، دیدی گفتیم چیه؟ چه حرفای شما اصلا عقل ندادین حرفامو میزنید در مقابل یکی نه بهترین گزینه بودن تداوم بودی مشایی چیه؟ و الان چاره نبود. تا الان البته مشایی اینقدر دفوز نداشت، دفوزش هر لحظه به لحظه بیشتر میشه. همانجا بود خیلی بهش اعتقاد داره، بخاطر اینه چاره نبود. دلیل اعتماد چیه؟ دلیل اعتقادش اینه که با اشاره نمت هست بشه از آن نمیشه دلیل ایشون اگه دست بزنی همانجا بیمیده نمیشه مسند بشه. آخرین عرض بنده این است که در زمان اتفاق دلیل اعتماد احمدی‌نژاد به مشایی آقای احمدی‌نژاد این باور نیست که آقای مشایی مستقیما با نظام سمبولی ارتباط داره. به اینجا رسیم، چی جوری به اینجا رسیم؟ هر جور، هر جور لذا حرفشون رو مطلقا محال میدونی که خطا باشد. پس این خطا ها چیه؟ این خطا به رد مداری داری؟ پس این حرف ها باشد؟ من نمیگم رد مداری داری، من نمیگم الان حرفایی که اینجا داری میزنه حرفاش درست نیست، من قبول ندارم. اما ایشون یه گوشش ولایت نامداری دارد، اما اصلاح طلبان چیه؟ صد درصد همین الان هم آیا احمد نژاد بیاد در مقابل اون دو سه تا بگی بعد بریم سگ احمد نژاد میاد به همون دو تاش که واقعا اینطور باشه. آدم میگم کنم چه آدمی
خب در زمان دورکاری هست کردم نمانده مجلس برزید این کار تورمان کنم عربایی داشتم یه دفته میشه همه بازم نمانده استیزا کنیم عدم که باید آقای عمال اما فرمان خواهی تو نمخواهی تو نیست دو تا ضربه رو میزنیم هم ضربه به داخل هم ضربه به خارج ضربه به داخل چیه؟ بابا احمد نژاد کدوم پرچم بلند کرد به این پرچم ولایت رو، پرچم دین رو، پرچم عدالت رو اگر احمد نژاد بزنه زمین دیگه کسی جرئت نمیکنه که این پرچم رو برداره با این پرچم رو بشه از مردم برداره بابا پرچم بزنید برافراشته باشه پرچم دار عوض شد دو اگر ایشون رو زدی احمد نژاد الان شما من دوستی دارم روحانی کاروانم تو هر چی بهت ببینید که اسم آقا بیشتر مطرحه یا اسم احمد نژاد باید مردم مثلا احمد نژاد سمبول تو متاسفانه است اما چاره نیست سمبول مبارزه با استکبار است اگه ما این کشور ایران تو جهان سمبول مبارزه است و این یک پرچمی بلند کرده برام احمد نژاد که این سمبول شد حالا در ازم بگید چرا تو لوگان اینقدر اومدن پیش معنا داره دیگه شده سمبول اگه ما اینجا عدم کفایت سیاسی شو بزنیم معناش این است اون میتونه مردم منطقه میشه تو وسط میدون نشستن دارن کشته میشن تو بحره میدون یه همه همه مرسی و خوب هم بکنن کنه دارن مبارزه با کی میکنن؟ مبارزه با حاکمانی که دست نشانده یه استقبال استقبال میتونه آمریکا تو بگه بگه آن شما چی بکنه بگه ایران که خودش سردمدار مبارزه با استقبال بود قوی ترین فردش رو خودش ثابت کرد شما چی بکنه بگه بگه چه به سر مردم منطقه قاعد اومد اگه مردم میزنی؟ چرا باید زده میشن؟ ما خاتمی رو که 8 سال فاصل بود تحمل کردیم چرا باید زده میشن برسن؟ حالا دو تا بگه اشتباهی هم کرد بود غلط رو بگه با اجتماع باش بزرد اصلا یه حتی میدام نیستاد دقت کنیم من از این که من یه وقتی اون آقای احمدنژاد در وقت دورکاریش من 150 دقیقه صحبت کردم وقتی بود تو